سرخط خبرها. ثبت 52 مورد تازه کووید 19 در پایتخت. کابل از هرات پیشی گرفت. فتوای وزارت حج و اوقاف: کسانی که از ابتلا به کووید 19 هراس دارند در خانه نماز بخوانند. هر هغه څوک چې خوف و خطر ولري، نو د تراویح لمونځ خو سنت لمونځ ده. دا خلک د ټول د جماعت لمونځونه په خپلو کورونو کې ادا کوي. و زودی از طریق نانوایی های شهر برنامه های حکومت برای توزیع کمک در شهرها از طریق نانوایی ها و صف های طولانی دریافت کمک. آیا گرسنگی بیشتر از کرونا مردم افغانستان را تهدید می کند؟ یک بجی آرد است، یک روغن دیگه خیلی دیگر چیز ما چی هستیم اتیاجات داریم، مثل برنج و رو. تلاش گروه های حراس افغان جهانی برای ایجاد خلافت در بدخشان. داعش در تبانی با طالبان و القاعده در تلاش ایجاد خلافت مشترک در شمال شرق کشور است. آزار جنسی شمار از کارمندان زن در زندان های کشور. فساد و استفاده از مواد مخدر در زندان ها از دیگر چالش های زندان هاست. با خبر و حاشیه خبر امشب از یک با من بهرام امام خوش آمدید. به نام خداوند یکتا و سلام بر شما. پایتخت به کانون جدید شیوع ویروس کرونا در افغانستان بدل شده است. از میان 66 مورد تازه مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت پسین، 52 مورد آن تنها در پایتخت ثبت شده است. بنابر آمار رسمی، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 1092 نفر رسیده است که کابل با 385 مبتلا از هرات پیشی گرفته است. پایتخت، کانون تازه شیوع ویروس کرونا در کشور. حدود دو ماه پس از ثبت نخستین مورد ویروس کرونا در ولایت غربی هرات، حالا کابل با ثبت بیش از 50 مورد تازه در 24 ساعت گذشته از هرات در شمار تثبیت شده مبتلایان پیشی گرفته است. خبر خوش اما این که در یک روز گذشته هیچ فردی به دلیل ابتلا به کووید 19 در کشور جان نداده و 15 نفر هم دوباره صحت یاب شدند. با ثبت 66 رویداد مثبت، تعداد مجموعی واقعات به 1092 تقریبا 11 صد در کشور میرسه که واقعات زیاد در شهر کابل 52 واقعه مثبت و همچنان در ولایت لغمان 5 واقعه مثبت، ننگرهار 4 واقعه مثبت، بغلان 4 و در ولایت پکتیا همچنان یک واقعه مثبت داشتیم. وزارت صحت عامه گرچند کمبود تجهیزات طبی در بیمارستان ها را رد نمی کند، اما می گوید تا کنون فعالیت هیچ مرکزی به دلیل کمبود کیت های تشخیصی متوقف نشده و 5000 کیت تشخیصی سازمان بهداشت جهانی هم امروز به کشور رسیده است. او یو خبر چه تاسو ټول پیګی چې دی آر ان اکستراکشن کټونو کمبود پر اون 15000 د یامې روغتیا وزارت راورسیدل چې نو هغه ولایتو کې چې کمبود دی کټوه ورواستول شول. این در حالی است که پیش از این بارها از کمبود تجهیزات طبی از جمله کیت های تشخیص ویروس کرونا در چندین ولایت کشور گزارش شده بود. نارسایی که بر اساس گزارش ها کماکان در چندین ولایت کشور پابرجاست. از سوی رئیس جمهور غنی در نشست ویدیویی با ولسوالان کشور گفت است که برای هر ولسوالی یک مرکز تجدید بیماران کووید 19 با ظرفیت 20 تا 50 بستر ایجاد می شود. کمک های غذایی حکومت به مردم در شهرها از طریق نانوایی ها توزیع خواهد شد. رئیس جمهور غنی در پیام می گوید که این کمک ها در ولسوالی ها از طریق مسجد ها و در روستاها از طریق شوراهای انکشافی توزیع خواهد شد. به گفته ای آقای غنی، برنامه های را که حکومت برای کاهش فقر روی دست دارد بر خدمت رسانی به فقیرترین های جامعه متمرکز است. رئیس جمهور غنی همچنین می گوید که کار چند پروژه بزرگ و زود ثمر به زودی در افغانستان آغاز خواهد شد که در آن شمار از شهروندان کشور استخدام و با حفظ فاصله گیری اجتماعی مشغول کار می شوند. در همین حال وزارت ترانسپورت نیز اعلام کرده که روند انتقال 75000 تن گندم از مرز زرنج به مرکز شهرها آغاز شده است.
به دنبال انتقادهای گسترده از شیوه توزیع کمک‌های مواد غذایی از سوی حکومت، رئیس جمهور غنی می‌گوید که پس از این کمک‌های مواد غذایی حکومت در شهرها از طریق نانوایی‌ها، در ولسوالی‌ها از طریق مساجد و در روستاها از طریق شوراهای انکشافی توزیع خواهد شد. آقای غنی در پیامی از مردم می‌خواهد که برای عملی شدن این طرح و همکاری با کارمندان بخش صحی در خانه‌هایشان بمانند و راهنمایی‌های بهداشتی وزارت صحت عامه را عملی کنند. قرار است به زودی از طریق نانوایی‌های شهر، مساجد در ولسوالی‌ها، شوراهای انکشافی دهات و دیگر نهادها توزیع نان، مواد خوراکی و دیگر نیازمندی‌های ابتدایی و اساسی قشر آسیب پذیر را فراهم سازیم. این اقدام حکومت در حال صورت می‌گیرد که نتیجه آزمایش بیماری کووید 19 رئیس جمهور غنی و بانوی نخست کشور از سوی وزارت صحت عامه منفی اعلان شده است. پوسنی وقت که دی کرونا ویروس دی خپریدو مخنیوی یا تر طولو اغیزناک لار داده چه هاگ روختیایی سپارکتونو تا چه در اصنه یول لاره او دی روختیایی کارکون کل لوره بیانیگی پاملرنه وکره او پکورونو که پاتشه. همزمان با این وزارت ترانسپورت و جاده میگوید که روند انتقال 75,000 تن گندم از مرز زرنج آغاز شده و توزیع آن مطابق به دستور رئیس جمهور غنی انجام خواهد شد. آغاز انتقال 75,000 تن گندم از زرنج شروع شد و این توزیع ازی بر اساس هدایت مقام علی ریاست جمهوری به شهرهایی که نیاز است، خاصتا هرات و سایر دیگر شهرها شروع میشه. همزمان به این وزارت خارجه امریکا اعلان کرده که 18 میلیون دلار را برای مبارزه با ویروس کرونا به دولت افغانستان کمک میکند که بخشی از این کمک ها صرف رسیدگی به بیجشتگان داخلی خواهد شد. برای بحث بیشتر دکتر کنشکا ترکستانی رئیس صحت محیطی وزارت صحت عامه روی خط اسکای با ما وصل هستند. آقای ترکستانی سلام بر شما، وقتتان بخیر. در ابتدا از آمار شروع میکنیم که آیا آماری که نشر میشه کلی است و تردید وجود نداره یا نه در بعض نقاط و ساعات افغانستان شما دسترسی ندارین و نمیدانین چی میگذره؟ سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز، من میخوایم آمار اول خدمتتون ارائه بکنم که در 24 ساعت گذشته در صد افغانستان 66 واقع به ثبت رسیده و از اون جمله 52 تن از این واقعات در شهر کابل و 5 تن لغمان، 4 ننگرهار و پکتیا 4 و یکی هم بغلان. درست. ما در کل در صد افغانستان تا این حال 150 تن را تداوی کردیم و مرخص و متاسفانه 36 تن از شهروندان ما در سطح افغانستان از اثر بیماری جان خود از دست دادن. مشخص تر آقای تو آمار تر است که ما از سطح افغانستان نمونه برداری میشه. بله. و نزدیکترین مراکز تشخیصی فرستاده میشه و به اساس نتایج لابراتوار و این آمار ارائه میشن. به این معناست که حال در تمامی افغانستان مردم ما آگاه شدن و مردم در این راستا بعد کافی به آگاهی رسیدن و در هر گوشه کنار افغانستان وقتی اینا این اعراض علائم را میبینن مراجعه میکنن در یکی از مراکز صحی ما و به اساس شواهد یا اعراض علائم از پیشان نمونه گرفته میشن. بله. من مطمئن گفته میتونم که آمار خیلی دقیق است و از طریق بخش لابراتوار ها و از طریق بخش سرویلانس این آمار. بله. آقای ترکستانی، تجارب کشورهای که این ویروس تجربه کردن و تجربه بیشتر از ما را دارن نشان میده که همین نمونه‌گیری میتونه خیلی موثر واقع شوه و در ولایت های غور و فاریاب گفته میشه که اصلا نمونه‌گیری صورت نمیگیره و به ولایت های همجوار یا نزدیکترش فرستاده میشه و این خیلی مدت زیاد را در بر میگیره. فکر نمیکنین که چنین وضعیت خیلی میتونه فاجعه را بیشتر بسازه؟ خب ببینین، وقت این پدیده نمایان شد در کل دنیا افغانستان هم دست به کار شد
و ما در یک کشور زندگی میکنیم که از نظر زیربناهای اقتصادی و تداوم جنگ خیلی آسیب پذیر است از این مسئله. درست. ما در اوایل فقط یک مرکز ایجاد شد در شهر کابل ایجاد کردیم و این مرکز دو تا شد و یک مرکز بعداً در هرات و یک مرکز در ولایت بلخ و یک مرکز هم در نگهها ایجاد شد. بله دقیقاً ایجاب میکنه که در تمامی ولایات باید مراکز باشد. وزارت صحت ما برنامه داره که مراکز تشخیصی را در تمامی ولایت ایجاد بکنه. تا اینجای کار آقای ترکستانی چرا چنین مرکزهای وجود نداره یا امکانات ندارین؟ بحث های پزشکی مطرح است یا کدام کجای کار میلنگه؟ ببینین این مسئله کیتای تشخیصیه نیاز است و وسایل نیاز است. متاسفانه بعد از شیوع بیماری آنچه که در رابطه با کووید 19 به مصرف میرسه در مارکت کشور، در مارکت منطقه پیدا نمیشه. بله. و هم دارن فعلا نمیفروشن. آنچه که ما یگانه راه که ما میتونیم این وسایل ریایی تجهیزات را که ما لازم داریم برس بیاریم سازمان صحی جهان است. بله. و کمبود کیت ها در مارکت و عدم رسترسی ما با او این موضوع را کم کنده ساخته، ولی استراتژی و برنامه های در سرطانه است که با تلاش پیهم در هماهنگی با سازمان صحی جهان و تلاش آقای ترکستانی شما دلیل دارین در مورد کیت‌های تشخیصیه که میگن در بازار آزاد نیست که خریداری شوه، ولی در ابدوم عمل یعنی دو هفته قبل بیمارستان صد بستر در هرات تأسیس یافت و گشایش یافت، ولی تا هنوز هم شکایت ها و انتقاد ها وجود داره که تجهیزات امکاناتی که خیلی ساده است باید تامین شوه در اونجا وجود نداره و بیمارها با مشکل مواجه هستن. نه خیر، ما در هرات فعلا 5 مرکز اختصاص داده شده برای مریضای کووید 19. تا حد امکان وسایل و تجهیزات برش رسیده و وسایلی که ضرورت بوده برشان از مرکز فرستاده شده و مقدار زیاد پول در حساب مستوفیت ها در ولایات و در هرات هم با توجه به آسیب پذیری شهر هرات فرستاده شده که اینا مشکلات خود مرفوع بکنن. درست. خب من سر گفتم میتونم که بعضی از انتقادات، بعضی از موضوعات با او حدی که در رسانه های اجتماعی هر کس می نویسه حقیقت هم نداره. دکترها و طبیبان ما در سرتاسر افغانستان و در هرات هم تلاش دارن که رسیدگی صورت بگیره و یک موضوع را میخوام اشاره بکنم که تمامی بیماران که مبتلا به ویروس کرونا و یا هم به مرضی کووید 19 مبتلا میشن همیشان اجاب نمیکنن که در آی سی یو باشن، همیشان اجاب نمیکنن که برشان اکسیژن داده شن. بله آقای ترکستانی، وزارت صحت دو هفته پیش رو را فاجعه بار عنوان کرد و گفت که فاجعه بیشتر از این خواهد شد. فکر میکنید که مشکلات وجود داره، نمایان است و هیچ تردید روانی در این مورد میبینیم و آفتابی است. فکر میکنید اگر با همین مشکلات و پیش بریم و تا همین دو هفته و یا بیشتر اگر این مشکلات حل نشه چه فاجعه به بار خواهد آورد؟ متاسفانه تجربه‌ای که نشان داده و یا هم آمار و ارقام را که ما از کشورهای بسیار پیشرفته که خودشان وسایل و تجهیزات تولید میکنن و خودشان همه چیز در کنترل دارن و اقتصاد دنیا را تحت کنترل دارن هم با این مشکل مواجه شدن و وضعیت در کشورها به حدی است که به فاجعه رسیده. از این نقطه نظر باید پیشبین باشیم که با توجه به انتشار سریع ویروس از یک شخص به شخص دیگر و هم عدم رعایت مردم ما و توصیه های وزارت صحت عامه و جدی نگرفتن قرنطین به حدی که انتظار می رفت این پیش بینی کردم میتونیم که ارقام از کلا بیشتر میشه. بله. و وقت ارقام آقای ترکستانی
متاسفانه تلفات ناشی از این بیماری هم بیشتر خواهد شد. آقای ترکستانی، زمانی که شمار مبتلایان در هرات بیشتر بود و می گفتند که ورود دسته جمعی مهاجران سبب چنین وضعیت شده، حالا چی فکر میکنین؟ دلیل چی است که کابل پیشتاز شده و نسبت به هرات شمار مبتلایانش بیشتر شده؟ خب کابل شما میفهمین که پایتخت است و هر کسی که در سایر ولایات سفر میکنه به عنوان گذرگاه از پایتخت استفاده می‌کنه. کسایی که مثلا ولایت های مثل شمال و غرب و شرق میرفتن اول اکثر میزدن به کابل. شما میفهمین که انتشار ویروس خیلی سریع است. کابل با توجه به ازدهام، با توجه به اینکه نفوس بیشتر هست، از این لحاظ انتشار این ویروس از یک شخص به شخص دیگر در اینجا بیشتر شده و آمار و ارقام این ویروس فعلا بسیار در کابل نسبت به سایر ولایات بیشتر است. بسیار زیاد تشکر از شما آقای کنشکای ترکستانی، رئیس صحت محیطی وزارت صحت عامه. اتاق تجارت و سرمایه گذاری در 26 ولایت برای خانواده های نیازمند کمک های غذایی فراهم می کند. رئیس این اتاق می گوید که روند توزیع این کمک ها امروز از پایتخت آغاز شده و 2500 خانواده از آن بهره مند شدند. همزمان با این کمیته اضطرار پیشگیری از شیوع ویروس کرونا نیز برای 1400 خانواده نیازمند در پایتخت مواد خوراکی کمک کرده است. با این حال همکارم که به محل توزیع این کمک ها رفته میگوید گواه بوده است که صدها تن بدون در نظر گرفتن فاصله اجتماعی برای دریافت کمک ها گرد آمده بودند. آمار مبتلایان به کووید 19 در پایتخت روز به روز افزایش می‌یابد، اما اینجا خبری از منع گرد همایی و رعایت فاصله اجتماعی نیست. این همه جمعیت با وجود خطر آلودگی به ویروس کرونا برای دریافت کمک‌های غذایی کمیته اضطرار پیشگیری از شیوع ویروس کرونا گرد آمدند. احساس میشه که ما بلیشه بیا تشریف آوردیم و مردم آمده به خاطر اینکه مواد توزیع میشه. تا دیره بسیار بی‌نظمی است و مواد توزیع نشده. اینم امروز ما همیجا آمدیم کرکرانا در داخل لیسه بیبیا که نمیجا مخلوق جمع بود. ما از سر کو سعی کردیم که نمیجا ده نمیجا مردم جمع است. اگر کمک باشه ما هم آمدیم کمک. حالی میگن بلیست است، حالی خدا میفهمه که به ما میرسه یا نمیرسه. مسئولان کمیته اضطرار میگویند که برای 1400 خانواده نیازمند کمک های مواد خوراکی شامل گندم و دال نخود در نظر گرفتند. در جایی که ما شما هستیم فعلا ناحیه 6 و 7 مردمای ناحیه 6 و 7 جمع شده و تقریبا امروز موادی که در اینجا بر مردم توزیع میشه بر 1400 نفر ما مواد را آوردیم در اینجا و مواد غذایی که آورده شامل گندم و دال نخود میباشه. همزمان با این اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز در 26 ولایت کشور روند توزیع کمک های مواد خوراکی را آغاز کرده است که از این میان امروز برای 2500 خانواده در ناحیه های مختلف کابل مواد خوراکی توزیع شد. برای 2500 فامیل مستحق که از نهادهای مختلف مالست افراد مستحق و مسکین و بی‌بضاعت جمع‌آوری کردیم با حضور جناب والی صاحب کابل و معاون صاحب شاروال کابل. امروز با توزیع این برنامه میپردازیم. هر فردی که در ایرا قربانی میته، امرای مردم خود کمک میکنه و از خانه های خود نه به خاطر رفع مشکلات خود بلکه به خاطر خدمتگزاری میبرن به شمول میدیا، دولت اونها را تقدیر معنوی خواهد کرد. شماری از خانواده های نیازمند اما این کمک ها را بسنده نمیدانند. یک بجی آرد است، یک پی پروغان دیگر چیز ما چی هستیم احتیاجات داریم مثل برنج و رو. تشکر از اینا که کمک در مردم نیازمند داره میکنن. همین رقم اگر ادامه داشته باشه برای مردم بسیار خوبه. در همین حال شماری دیگر از شیوه توزیع این کمک ها شکایت دارند. من مسکین هستم، بیچاره هستم، نه کارتکش به من کس داده نه کارتکش دیدم. از وکیلای ما فکر خود به غریب و مسکین خود بگیره. باز از به غریب همی گندم کمک شده، آرد کمک شده، برای ما نه وکیلا گفتن که به ما کارت آمده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که تا حال به ارزش 2 میلیون دلار کمک های نقدی و مواد خوراکی در سراسر کشور به خانواده های نیازمند توزیع کرده است. مسئولان در این وزارت میگویند که بازرگانان حاضرند تا به ارزش 1 میلیون دلار مواد اولیه صحی برای وزارت صحت کمک کنند.
وزارت ارشاد، حج و اوقاف فتوا داده است که افراد کهنسال، بیمار و آنان که از ابتلا به بیماری کووید 19 هراز دارند می توانند نمازهای پنجگانه و همچنین نماز تراویح در ماه رمضان را در خانه ادا کنند. این وزارت مردم را به گونه مستقیم از رفتن به مسجد منع نکرده و می گوید که مسجدها دواپاشی شده و نمازگزارانی که می خواهند نمازشان را در مسجد ادا کنند باید از جانمازهای شخصی استفاده کنند. وزیر ارشاد، حج و اوقاف همچنین از طرفهای درگیر نبرد می خواهد که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. صدای منبر و دکتر، نشست خبری با همین عنوان در پیوند به صدور فتوایی در مورد نمازهای جماعت. روزه مبارک. با آمد آمد ماه رمضان، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در این نشست فتوایش را در مورد برگزاری نمازهای پنجگانه به ویژه تراویح که در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود اعلام می کند. این فتوا گرچند افراد را از رفتن به مسجد منع نمی کند، اما به چهار کتگوری از افراد توصیه می کند که نمازهایشان را در خانه ادا کنند. بر بنیاد این فتوای وزارت ارشاد، حج و اوقاف، افراد مسن، افراد دارای بیماری، کودکان و آن عده از افرادی که هراس از ابتلا به ویروس کرونا دارند می توانند نمازهایشان را در خانه ادا کنند. به افرادی هم که نمازهای پنجگانه را در مسجد ادا می کنند نیز توصیه می شود که قبل از ادای نماز مسجد را دواپاشی کنند، دستکش، ماسک و همچنان جانماز شخصی استفاده کنند. دکتر سیبان وای هغه دې مراد او مشران مریضان دا خلق دی حتی د فرض لمانځل جمیل لپاره هم نزی او هر هغه څوک چې خوف او خطر ولري نو د تراویح لمونځ خو سنت لمونځ ده دا خلق دی ټول د جماعت لمونځونه په خپلو کورونو کې ادا کوي. این وزارت از طرفهای درگیر نبرد به ویژه طالبان هم میخواهد تا از یک سو به حرمت ماه رمضان و از سوی دیگر برای مبارزه بهتر با ویروس کرونا آتش بس کنند. لامدی منبرنا د افغانستان د حکومت په مخالفین او په حکومت باندې چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام او د خپلو مسلمانو هیوادوالو د حفظ الصحې د روغتیا په خاطر له دغه خطرناک ویروس نه رازی اوربند وکوی. وزارت صحت هم در این نشست خبری توصیه های مشخصی برای شهروندان کشور برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا دارد. بعد از کلمه و نماز روزه ستون سیم دین ما و شماست، دیگه از او خاطر ما هم تاکید داریم به گرفتن روزه. اما برای یک تعداد کسایی که مادر عامله است، مادر شیرده است، مریض است، امراض مزمن داره، سنشان بسیار بالاست یا میتونن از این حکم رخصت استفاده کنن، در زمانی که شرایط عافیت شد، راحت شد، پس دوباره میتونن این دین خود ادا بکنن. در این میان برخی از عالمان دین با استقبال از این فتوای وزارت ارشاد، حج و اوقاف آن را صادر شده در روشنی احکام دین میدانند. امی فتواهایی که علمای ما دادن، وزارت حج ارشاد اوقاف و علمای دیگری که بنام مبارزه با کرونا است، اینها کلش نصوص دینی هست. فقط پیغمبر خدا قرنطین امر کرده است، قرنطین. پیغمبر خدا فاصله را گفته، فاصله. پیغمبر خدا نظافت را گفته، نظافت. هر کس فتوا داده نمیتونه. همزمان با این، شماری از عالمان دین در گوشه دیگر پایتخت هم بر ختم نبردها در کشور تاکید دارند. امارت اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان میگم هر دوی تان اسلامی دارین، اسلامی. اگر اسلامی هر دوی تان براستی است، بیاین برای خدا یک اسلامی شوید. عالمان دین چندی پیش هم فتوایی در مورد برگزاری نمازهای پنجگانه صادر کردند و در آن از مردم خواستند تا حد ممکن نمازهایشان را در خانه ادا کنند و در صورت حضور در مسجد هم تنها نماز فرض را در مسجد ادا کنند. هیئت برای بررسی چگونگی خرید وسایل مورد نیاز ریاست صحت عامه بلخ تعیین شده است.
پیش از این فهرست خریداری این ریاست نشر شده بود که نشان می‌داد یک ترموز چای با قیمت 5000 افغانی و یک بستر با قیمت 32000 افغانی خریداری شده است. این موضوع مایه طنز و اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته بود. مسئولان محلی می‌گویند که هیئت متشکل از دادستانی، ریاست صحت، مقام ولایت و امنیت ملی تشکیل شده و پس از شناسایی عاملان آنها را به دادستانی معرفی خواهد کرد. با این حال ریاست صحت عامه بلخ می‌گوید که این خریداری به سال‌های پیش برمی‌گردد. از دیروز هیئت تفتیش شروع شده، اینا ارزیابی میکنند تمام اسنادهای خریداری بخش شفاخانه یا ریاست صحت معلوم شد. اونا گزارش خود ارائه میکنند که چطور چرا آیا واقعیت داره یا نداره، با چی دلیل. هر کسی که در این راستا غفلت کرده باشه یا به اصطلاح زیدخل باشه یا فساد کرده باشه، مطابق قانون نافذه کشور به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. این کارهایی است که قبلا سالهای قبل این خریداری شده و این که کی خریداری کرده جزئیات پیش من نیست، به دلیل از اینکه در طول مثلا سالیان متمادی شاید میلیاردها افغانی خریداری شده باشه و یک مقدار اجناس که ما داریم در امو چیز خود استاک خود، ای از امروز نیست. داعش در تبانی با طالبان و القاعده در تلاش ایجاد خلافت مشترک در شمال شرق کشور در بدخشان است. مقام های محلی و امنیتی در این ولایت میگویند که صدها جنگجوی خارجی مربوط به گروه انصار الله تاجیکستان، ترکستان شرقی از اوغورهای چین و حرکت اسلامی ازبکستان برای به دست آوردن جغرافیای بزرگ سیاسی در بخش های مختلف این ولایت سرگرم جنگ با نیروهای امنیتی هستند. منابع امنیتی به تلویزیون یک میگویند که گروه انصار الله را ابراهیم تاجیکستانی، ترکستان شرقی را حاجی فرقان و حرکت اسلامی ازبکستان را مکرمه ازبکستانی رهبری میکند. جواد تیموری همکار ما به ولسوالی جرم بدخشان رفته و این گزارش را تهیه کرده است. به یکی از ولسوالی های میرویم که میزبان بزرگترین پایگاه طالبان، القاعده و داعش در شمال شرق افغانستان است. پس از گذر از بخش های کوهستانی و بسیار دشوار گذر، سرانجام به ولسوالی جرم بدخشان میرسیم. مثلث طالبان، القاعده و داعش از دره خاستک ولسوالی جرم 22 ولسوالی دیگر بدخشان را به جولانگاهشان بدل کرده اند. اینجا منطقه سوچ بالا خط نخواست نبرد میان نیروهای امنیتی و 400 حراس افکن خارجی است که آنها دره خاستک را به بزرگترین پایگاه خود ساختند و دره خاستک پاشنه آشیل بدخشان و دیگر ولایت ها شده است. در این دره جنگجویان گروه انصار الله تاجیکستان، ترکستان شرقی از ایغورهای چین و حرکت اسلامی ازبکستان با خانواده هایشان حضور دارند. تروریستان داخلی و خارجی که مربوط به القاعده و داعش و علاقات دیگه تروریستی میشه در اینجا جا بجا شده و از اینجا سازماندهی میکنه به دیگه ولایت کشور و تا به جهان. به گفته منابع امنیتی، گروه انصار الله را ابراهیم تاجیکستانی، ترکستان شرقی را حاجی فرقان و حرکت اسلامی ازبکستان را مکرمه ازبکستانی رهبری می کند. هر سه گروهی که پیشینه همکاری با طالبان را داشتند، به گفته منابع امنیتی در سال 1393 از مسیر چترال پاکستان وارد بدخشان شدند. حال اما گروه داعش در همکاری با طالبان و القاعده برای ایجاد خلافت مشترک آستین برزده اند. خلافتی که این گروه ها برای گسترش آن از بدخشان به آسیای میانه چشم دوخته اند. اینا در صدد تشکیل یک جغرافیای سیاسی هستند و این جغرافیای سیاسی و همچنان داشتن یک موقعیت استراتژیک سیاسی و همچنان داشتن یک موقعیت جنگی در بدخشان، تجمعشان به این منظور هست. ولایت کوهستانی بدخشان به دلیل وضعیت راهبردی جغرافیاییش و منابع معدنی فراوان مورد توجه گروه های حراس افغان است.
این دشواری ها و مزیت های همزمان از یک سو عملیات نیروهای امنیتی را به چالش کشیده و سی دیگر قاچاق معدن ها ماشین جنگی این گروه ها را گرم نگه داشته است. مقام های محلی هشدار می دهند که اگر لانه های داعش و القاعده نابود نشوند و یک درد سر بزرگ برای افغانستان و جهان بدل خواهند شد. داعش یگانه پایگاهی که در اینجا بتونه راحت تر زندگی بکنند و نزدیک تر باشه به خصوص ایغورای چین، ازبکا، تاجیکا که اینا سرحد دارند با تاجیکستان و چین اونجا زودتر به وطنهایشان برسند، دسترسی داشته باشند، محیط خوبتر برشان بدخشانه. گروه های حراس افغان در جرم و بهارک دست کم 600 خانواده را آواره کردند. خانواده هایی که برای زنده ماندن از جنگ فرار کرده اما حالا میان فقر و گرسنگی دست و پا می زنند. خانواده ما را همیار گرفتن که این مال غلیمت است. اینا به حساب اربکیستن، اینا به ای چیزی همین مردم نیستن. این مردم خسته از جنگ روز و شبشان را به امید برگشت به خانه و کاشانهشان میگذرانند. اما با توجه به موقعیت راهبردی و جغرافیایی پیچیده بدخشان برای طرفهای درگیر به نظر نمیرسد این امید به این زودی ها عملی شود. آقای محمد حیدری استاد دانشگاه روی خط اسکایپ با ما وصل هستند و بیشتر در همین پیوند با ایشان بحث میکنیم. آقای حیدری سلام بر شما، وقتتان بخیر. داعش در تبانی با طالب و القاعده در بدخشان و شمال شرق کشور در صدد ایجاد خلافت است. فکر میکنین که چرا بدخشان را انتخاب کردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و با آرزوی سلامتی برای هموطنان عزیز ما. اجازه بدید من یک مقدمه کوتاه داشته باشم، بعد مشخصا روی پرسش شما خواهم پرداخت. احتمال این که جغرافیای جنگ از شرق میانه با آسیای میانه تغییر کنه با محوریت افغانستان خیلی زیاد هست. گروه های تندب مثل داعش، القاعده امروز در سایر کشورهای عربی مثل عراق، سوریه و کشورهایی که خلای امنیتی داشته باشه دیگه جای نداره. من فکر میکنم که بهترین و بیشترین فرصت باز هم از لحاظ خلای امنیتی و هم از لحاظ بستر تفکری که برای داعش وجود داره، بله، خراسان برای داعش از لحاظ ژئوپلیتیکی و از لحاظ تاریخی هم میتونه اهمیت داشته باشه که افغانستان هم جزءی ولایت خراسان داعش محسوب میشه. با توجه به این که داعش دیگر نه در رقه، نه در موصل و نه در بغداد و در هیچ جای دیگه ای نمیتونه بار دیگر رشد بکنه، با توجه به اینکه گفتگوهای صلح هم در افغانستان به یک شکل ادامه داره و ناراضیان طالبان یا به تعبیر دیگر گروه شاخه نظامی طالبان که مخالف مذاکرات کنندگان قطر هست، هم اونا هم از وضعیت گفتگوهای با طالبان با ایالات متحده آمریکا ناراض هستند و به دنبال ایجاد به یک بستر خشونت آمیز دیگر در افغانستان هست. احتمال افغانستان چنانچه شما یاد کردین که بدخشان یک منطقه استراتژیک است و میتونه مهم ساز باشه و مهم باشه برای چنین گروه های و را پیدا کردن به کشورهای همچون آسیای میانه. فکر میکنین که با بیشتر شدن فعالیت های این گروه در بدخشان جنگ تازه و یا فصل جدید از جنگ در افغانستان و آسیای میانه شکل خواهد گرفت؟ بدون شک من فکر میکنم که ما از یک خطر بسیار جدی به عظمه تریبون شما هشدار میتونم که داعش در حال قوی شدن در افغانستان است. گروه های نظامی طالبان در حال پیوستن به داعش است. داعش به مثابه یک آتش زیر خاکستر در افغانستان داره کار میکنه، در ولایت های شمالی افغانستان داره سربازگیری میکنه، همیکنون نزدیک به بیش از 18 ولایت افغانستان طالبان حضور داره. ای به صحبتی که من میکنم، بله، با مسئولیت کامل میکنم که داعش امروز در پروان، در کاپیسا، در ننگرهار، در هلمند، در بدخشان، در جوزجان، در فاریاب، حتی اگر لازم باشه با اینا ما میتونیم که ارقام و اعداد را هم شریک بسازیم. معنیش ایستن که داعش در افغانستان فعال هست، حضور داره
و گروه طالبان هم با عوض کردن پرچم و لباس قرار است که با این گروه بپیونده و احتمال این که به اعلام خلافت در یکی از ولایات افغانستان احتمالاً بدخشان یا یک از ولایت‌های شمال افغانستان صورت بگیره خیلی زیاد هست. چنانچه شما چنانچه یاد کردین که در ولایت‌های مختلف حضور دارد چنین گروه‌های و گروه‌های عراس افغان در کل و تنها در بدخشان در 22 ولسوالی بدخشان به شمول ولسوالی جرم و دره خستک یک منطقه خیلی مهم میتونه باشه و چنین گروه‌های و فعالیت دارن همین مثلث طالب داعش و القاعده. فکر میکنین که اگر بدخشان و پایگاه امن چنین گروه مبدل شوه و خلافت اعلام بکنن و شکل بتن چه بلایی بر سر افغانستان و در کل آسیای میانه خواهد آمد؟ خب من فکر میکنم که متاسفانه افغانستان از لحاظ خلای امنیتی، از لحاظ مدیریت امنیتی و سیاسی در یک بحران به تمام معنا به سر میبره. امروز بیشتر سیاستمداران ما یا درگیر بحران داخلی هست یا هم تهدید جدید به نام کرونا اینا رو مصروف ساخته که قطعا یک بحث واقعیت عینی هم هست، اما مشکل دیگه ای که وجود داره ایستن که احتمال بسیار زیاد وجود داره که افغانستان تبدیل به بستر رقابت برای کشورهای منطقه‌ای شود و بار افغانستان به نقطه وصل، نه به نقطه تقاطع، به نقطه تخاصم، به نقطه دشمنی و به نقطه ارعاب و وحشت در منطقه تبدیل شود خیلی زیاد است. من فکر میکنم هنوز زمینه ای هست که بخشای امنیتی و کشفی افغانستان فعال شوند و اجازه ندن که افغانستان تبدیل به یک بستر رقابت های منطقه‌ای شود. بله. من فکر میکنم که بعد از این سایر گروه هایی که در منطقه فعال بود هم توجهش به افغانستان معطوف خواهد داشتن و افغانستان بستر مناسبی برای رشد گروه های افراطی است. بله آقای از 6 سال بعد این سو از سال 1393 سه گروه عراس افغان مانند انصار الله، ترکستانی شرقی و حرکت اسلامی ازبکستان در بدخشان جا گرفتن و از طریق مرز پاکستان وارد افغانستان شدند یا از مسیر پاکستان. فکر میکنید که در این 6 سال چی کارهایی باید صورت میگرفت که نگرفت و چرا این گروه ها رانده نشدن از این ولایت؟ خب ما بیشتر در مدت فرصت سوزی های زیادی کردیم، از جمله این که به عوضی که به مسائل استراتژیک و امنیتی و مسائل مهم امنیتی خود بپردازیم در درون کشور داخل مصروف رقابت ها بودیم. امروز عملا متاسف برخلاف شعاری را که حکومت افغانستان میده که تهدید داعش جدی نیست، برعکس تهدید داعش جدی هست، تهدید سایر گروه هایی که هم به داعش بپیونده جدی است. کسی به نام ابو معاویه در بدخشان قرار بود اعلام خلافت کنه. البته یکی از شرایط خلافت هستند که عرب باشه، قریش هاشمی و قریشی باشه، همین شرایط هم نداشت. در غیر از او قبلا اونا اعلام خلافت میکردن. احتمال این که یک خلافت نظیر خلافت البغدادی، خلافت خودخوانده در افغانستان اعلام شود خیلی زیاد است. امیدوار هستم مسئولین امنیتی افغانستان متوجه وضعیت باشند. و شما مقصر این وضعیت کی را میدانین یا کدام جناح؟ خب حکومت افغانستان، من امیدوار هستم که مخصوصا بخشای امنیتی و کشفی ما مسائل روشن با ملت افغانستان شریک بسازه که طالبان در افغانستان، داعش در افغانستان چقدر سرباز داشته، آیا پروسه صلح با طالبان منجر به ختم جنگ واقعی در افغانستان میشه یا منجر به تشدید بحران و حالا حضور این گروه در بدخشان و یا همون نقطه مرکزی آسیای میانه تهدید بزرگ است برای تمام کشورهای منطقه. فکر میکنین که نقش کشورهای منطقه، نه تنها افغانستان بلکه تمامشان، باید نقش خود اجرا بکنن، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه برای امهای چنین گروه ها؟ روسیه نگرانی خودش داره، کشورهای آسیای میانه از قبل ابراز نگرانی کردن و از گسترش افراطیت از طریق افغانستان به کشورهایشان اونا نگران بودن. امروز کشور به ازبکستانی ها هستن. اجازه بدن که یک مسئله دیگر هم تصدیق کنم که در گروه داعش نزدیک به 86 کشور از 86 کشوری گروه سربازگیری کردن. معنیش هستن که داعش مثل طالبان، که طالبان بعضی عملیاتشان بسیار ساده و بسیط بوده، ولی برعکس لایه سربازگیری داعش خیلی پیچیده است. از معمولا از آدمای بی سواد استفاده نمی کنند، از دکترین است، از دکترها استفاده می کنند، از مهندسین استفاده می کنند،
از کسانی که سوادشان به توان تحلیل اوضاع را داره سربازگیری کرده و سربازگیری با این تفاوت که شما یاد کردین آقای حیدری، جنگ داعش با طالب چه تفاوت داره؟ جنگ داعش جنگ بسیار پیچیده، جنگ به مراتب خونین، جنگ به مراتب استخباراتی تر و خشونتبارتر خواهد بود و طبیعتاً در این شرایط من فکر میکنم که بخش‌های کشفی و استخباراتی افغانستان میتونه نقش مهم را داشته باشه، با توجه به اینکه طالبان هم از ایالات متحده آمریکا خواسته که نقش استخباراتیش را در افغانستان کمرنگ بکنه. دلیلش اینه که من فکر میکنم طالبان به دنبال صلح نه، به دنبال تغییر پرچم و لباس در افغانستان است. بسیار زیاد تشکر از شما آقای محمد حیدری، استاد دانشگاه. در ادامه خبرها تا چند لحظه دیگر خواهید دید. گزارش ها از وجود اختلاف در میان رهبری تیم ثبات و همگرایی، انتقاد شهروندان کشور از بالا بودن قیمت نفت در کشور. شمار از کارمندان زن در زندان‌های افغانستان مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. بررسی‌های اداره تنظیم امور زندان‌ها نشان می‌دهد که شمار از کارمندان بانو از سوی همکاران مردشان مورد آزار جنسی قرار گرفتند. از سوی هم بر اساس یافته‌های این اداره، فساد و استفاده از مواد مخدر در زندان‌ها جریان داشته و تا در مدت قرنطین هم مواد مخدر بر زندان‌ها انتقال یافته که نشان می‌دهد که مسئولان زندان‌ها در آن دست داشتند. با این حال رئیس این اداره می‌گوید که روند ملکی‌سازی و اصلاحات در زندان‌ها آغاز شده و وضعیت زندان‌های کشور بهبود خواهد یافت. در روزهایی که اعتراض و اعتصاب شماری از زندانیان از وضعیت زندانها افزایش یافته، اداره تنظیم امور زندانها یافته هایش را از وضعیت زندانهای کشور همگانی می کند. یافته های این اداره نشان می دهد که بانوان کارمند در زندانها از سوی همکاران مردشان مورد اذیت و آزار جنسی قرار می گیرند. شکایاتی وجود دارد هم عینی و عملی که یک تعداد از پرسنل طبقه اوناس مورد اذیت و آزار جنسی قرار میگیره از طرف پرسنل، یک تعداد از پرسنل نظامی دیگه. جدا قابل شرم است، قابل قبول نیست. باید ملت افغانستان خبر باشه ما چیز پوت نداریم. یافته های این اداره همچنین حاکی از رواج گسترده فساد و استفاده از مواد مخدر در زندان هاست. رئیس نداره میگوید که حتی در مدت زمان قرنطین هم مواد مخدر به داخل زندان‌ها انتقال یافته که به باور این اداره نشان دهنده دست داشتن مسئولان زندان‌ها اند. اکنون در مرحله که قرنطین است، کرونا است و ما پایوازی را بند کردیم، باز هم مواد مخدر در داخل محبوسین و محابس موجود داره. جز ای که پرسنل داخل محابس داخل باشه دیگه چیزی نیست. بنابر آمار مسئولان این اداره تا کنون 5586 تن برای کاهش تراکم در زندان‌ها و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بر اساس فرمان ویژه محمد اشرف غنی آزاد شدند. شمار از چهره‌های سیاسی نزدیک به حامد کرزی می‌گویند که میان رهبری تیم ثبات و همگرایی اختلاف وجود دارد. با گفته آنان شخص آقای عبدالله ریاست شورای مصالحه را پذیرفته، اما شمار از اعضای رهبری تیم ثبات همگرایی با آن مخالفت کرده و بر لغو نتیجه انتخابات تاکید دارند. با این حال همتیمی‌های آقای عبدالله وجود اختلاف را رد می‌کنند و می‌گویند که آنان در حال حاضر سرگرم کار روی طرح مشمولی برای پایان تنش‌های سیاسی در کشور هستند. امروز هم رهبران ثبات همگرایی دو نشست جداگانه در منزل محمد کریم خلیلی و عبدالله عبدالله برگزار کردند. ریاست جمهوری میگوید که در گفتگو با آقای عبدالله در چارچوب قانون اساسی باز است. در حالی که دو روز پیش شماره از چهره‌های نزدیک با آقای عبدالله از نهایی شدن طرح سپهدار سخن می‌زدند، اما تاکنون طرحشان عملی نشده است. شماره از چهره‌های سیاسی نزدیک به حامد کرزی میگویند که اعضای رهبری تیم آقای عبدالله در پیوند به توافق با ارگ ریاست جمهوری اختلاف دارند. با گفته آنان آقای عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را پذیرفته، اما شماره از رهبری تیم او با آن مخالفت نشان می‌دهند. من به نظر خو د مصالحه شورا چې یو پیشنهاد ډاکټر صاحب عبدالله ته کړی وی او تر یو حد پورې موږ داسې اطلاع لرو چې ډاکټر عبدالله منلی دی،
خب بعضی در دکتر عبدالله دوستان و اندیوالان چی ورسره دی آقا یو دسی خواسته که چه آقا ناقابل قبول دی. ناره تکبیر. برخی منبع ها هم میگویند که امروز رهبران سواد و همگرایی در دو نشست جداگانه در منزل محمد کریمی خلیلی و عبدالله عبدالله روی نهایی کردن طرح آقای عبدالله برای حل تنش های سیاسی ریزنی کردند. سخنگوی آقای عبدالله اما اختلاف میان رهبری تیم سواد و همگرایی را رد میکند و میگوید که تلاش ها برای نهایی کردن یک طرح همشمول برای شکستاندن بنبست سیاسی در کشور ادامه دارد. به دلیل از این که ما یک طرح جامع همشمول و متناسب با واقعیت های فعلی افغانستان را نهایی کنیم، ایجاب میکنه که فرصت و دقت بیشتر به کار گرفته شود. اما شایعات مبنی بر اختلاف دیدگاه میان تیم ثبات همگرایی اصلا صحت نداره. تا آخرین فرد را که ما رضایت را حاصل نکنیم تر پیشکش نمیکنیم. یعنی حرمتی را که ما برای اعضای خود داریم در ثبات و همگرایی و حکومت هم شمار بنان هیچ کنی اختلافی در بین نیست، مخالفتی در بین نیست، ولی تفاوت دیدگاه ها، تفاوت افکار هست که این برای غنامندی طرح ما کمک میکنه. پیش از این امریکا هشدار داد که از بحر دوام و افزایش تنش‌های سیاسی میان آقای غنی و عبدالله عبدالله در کمک‌هایش به افغانستان $1 میلیارد کاهش می‌آورد. آنچه که واکنش جهانی را نیز همراه شده است. حال که امریکا حکومت افغانستان را تهدید می‌کند، نشان می‌دهد واشنگتن راهبردی را روی دست گرفته که در آن پیروزی و بقای حکومت افغانستان مهمتر از منافع امنیتی ایالات متحده نیست. با این همه منبع های نزدیک به عبدالله عبدالله تایید کردند که سهم 50% در کابینه، رهبری شورای عالی مصالحه، لغو وزارت دولت در امور صلح و تفویض معاونت فرماندهی قوای مسلح به جنرال دوستم مورد های درشت طرح آقای عبدالله است. در ادامه روند رهایی زندانیان طالب، 71 زندانی امروز از بند رها شدند. دفتر شورای امنیت ملی میگوید که این زندانیان با در نظر داشت سن و وضعیت صحیحشان از بند رها شدند. تا کنون 432 زندانی طالب از بند حکومت رها شدند. با این حال طالبان از آنچه عملی نشدن مکانیزم توافقنامه دوحه میخوانند انتقاد دارند و میگویند که رهایی یک بارگی زندانیان بخش مهم که تا کنون به گونه درست اجرا نشده و روند سال را به چالش روبرو کرده است. در این سو طالبان اما به حمله هایشان در گوشه و کنار کشور ادامه دادند. با وجود تلاش های زیاد به خاطر برقراری صلح در افغانستان، این پدیده هنوز هم برای شهروندان رویاست. هم در داخل و هم در بیرون از افغانستان، امضای توافقنامه دوحه یک رویداد تاریخی بزرگ برای افغانستان خوانده می شد. شهروندان افغانستان به این امید بودند که پس از این دامنه جنگ از کشور برچیده خواهد شد. اما این توافقنامه به میل حکومت افغانستان که طرف اصلی طالبان است نبود. حکومت با رهایی 5000 زندانی طالب به گونه همزمان مخالفت کرد و به جای آن مکانیزم تازه‌ای برای رهایی زندانیان طالب در نظر گرفت. هیچ نوع تعهدی برای رهایی 5000 بندی وجود ندارد. ما بار بار این موضوع را به صورت شفاف با دکتر صبح خلیلزاد و تمام مقامات دیگر شریک ساختیم. طالبان هم به حمله هایشان شدت داده است. در تازه ترین مورد امروز فرمانده پلیس دایکندی و والی خوست مورد حمله قرار گرفتند. رویداد خوست تلفات جانی در پی نداشت، اما در دایکندی دو تن جان باختند و سه تن دیگر زخمی شدند. منابع نزدیک به طالبان اما میگویند که توافقنامه دوحه عملی نشده و این کار روند صلح را به چالش کشانده است. بجان مخلص شده رو بیا بورست طرق بین الافغانی مذاکرات کده و البته دغ میکانیزم عملی نسو و سیوسی میکانیزم نست دا هم فقط میکانیزم که وشد دوار طرف و حیات و منش که مخی بغ بجان خلاصی ری اغامش طالبان دل ترال و خبر دوی سر مصبت نرال ملکی خواهد تولاره. اما برخی از آگاهان مشکل را در توافقنامه دوحه می دانند و می گویند این توافق به گونه یک طرفه و بدون در نظر گرفتن خواست حکومت افغانستان امضا شده. امری که حالا روند صلح را به بنبست روبرو کرده است. و به گونه قرار داد امضا کردند که یک قسمت از رو باید حکومت افغانستان اجرا بکنه. کلانترین مشکل در عجله و سرعت امریکایی ها بود که یک سند واقعی را امضا نتانستند. بر اساس توافقنامه دوحه گفتگوهای میان افغانان باید پس از رهایی زندانیان دو طرف
در 10 مارس آغاز می شد. اما تأخیر در رهایی زندانیان آغاز گفتگوهای میان افغانان را به بنبست کشانده است. آقای محمد داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل مناظر، روی خط اسکایپ با ما وصل هستند و بیشتر در همین مورد با ایشان بحث میکنیم. آقای قیومی سلام بر شما، وقتتان بخیر. از امضای توافقنامه 29 فوریه میان امریکا و طالبان در حدود 2 ماه میگذره، ولی آنچنان دیده نمیشه که تغییرات در وضعیت افغانستان و در واکنش های دو طرف آمده باشه. فکر میکنین که مشکل در کجاست؟ توافقنامه مشکل داشت یا معاهده که امضا شد و یا نه طرف ها صلح نمیخواهند و یا مشکلی که نزد شماست؟ بگوین به بیننده ها. بسیار تشکر. سلام خدمت شما و همه بیننده های محترم شبکه یک. من فکر میکنم مشکلات یا چالش هایی را که ما امروز مخصوصا در برابر صلح میبینیم در 2 سطح قابل تحلیل است. یکی در سطح داخلی چالش های زیادی موجود است، همونطوری که شما اشاره کردین انتظار می رفت بعد از پایان توافقنامه ایالات متحده امریکا و طالبا که در واقع در 29 فوریه این توافقنامه امضا شد و خوشبینی های زیادی وجود داشت که این توافقنامه می تانه سرعت پروسه صلح افزایش میده و گفتگوی بین الافغانی صورت میگیره. متاسفانه فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و تا امروز که فرموده شما بیشتر از 2 ماه میگذره هیچ گونه پیشرفتی صورت نگرفته. و فرصت خب. را آقای قیومی به باور شما کی از دست داده؟ فرصت‌های بیشتر مردم افغانستان، دولت افغانستان از دست داد. می‌خواستم راجع به آقای قیومی که دولت افغانستان از دست داد. خب فرصت آغاز نشست بین الافغانی یکی از فرصت‌های بسیار مهمی بود که با توجه به چالش، من می‌خواستم چالشی را که در سطوح در سطح داخلی اشاره بکنم، مخصوصا چالش عمده‌ای که امروز البته به عنوان یک تحلیل بسیار اساسی مورد ارزیابی قرار میگیره در سطوح بین المللی از طرف مطبوعات بین المللی، چالش انتخابات 2019 است. اختلافاتی که بین رهبرهای سیاسی ایجاد شد و اختلافات به صورت مستقیم به پروسه صلح تأثیر منفی گذاشت. گفته میتونیم که حل اختلافات در اولویت قرار گرفت که تا امروز نتایج روشن نیست، پروسه صلح از اولویت دور شد. بنابراین یک چالش همیست. ولی آقای قیومی همه چیز حالا وابسته بر همین رهایی زندانیان شده و طالبان میگه تا زمانی که زندانیانشون رها نشه بالاخره به گفتگوهای صلح نخواهند نشست و حکومت هم تضمین میخواه و طالبان هم تضمین نمیده، پس حالا کی فرصت از دست داده و مقصر اصلی به باور شما کی است؟ باور ما است که یک بخشی از فرصت ها را دولت افغانستان از دست داد که ما برتان قبلا اشاره کردم که اختلافات سیاسی که شکل گرفت صلح در اولویت قرار نگرفت و با توجه به این که این چالش ها هنوز موجود است، امیدوار هستیم که با تفاهم سیاسی دوباره پروسه صلح در اولویت قرار بگیره. در قسمت سوال شما بعد اشاره بکنم، طالب ها هم تا هنوز دیدگاهشان بعد به پروسه صلح که اولویتشان باشد تغییر مثبت نکرد. انتظار میرفت که در رفتار طالب ها، در سیاست جنگی طالب ها تغییر ایجاد شود. اما طوری که در گذشته خشونت تا حدودی کاهش پیدا کرد، اما بعد از توافقنامه ای که بین طالبا و بین امریکایی ها امضا شد، انتظار مردم افغانستان این بود که این خشونت ها باید کاهش پیدا میکرد. ولی آقای قیومی شما را به این باور هستن که آب از امون بالا خط شده و متوافقنامه در توافقنامه میان حکومت امریکا و طالبان خواست های حکومت افغانستان در نظر گرفتن نشده، شما موافق هستین؟ بله، در قسمت پروسه صلح من به این باور هستم که روندی را که امروز امریکایی‌ها در قسمت صلح رهبری میکنن
این روند زیاد نمیتونه که موفقیت داشته باشه و در افغانستان سلی پایدار شکل بگیره، به خاطر که بین استراتژی امریکایا و کشورهای منطقه هماهنگی وجود نداره. سلی در منطقه بدون همکاری های منطقه‌ای، بدون نقش کشورهای همسایه از جمله پاکستان، ایران، روسیه، ولی آقای قیومی تمام این کشورهایی را که شما یاد کردین تعهد خود نسبت به صلح ابراز کردند، با وجود از این چنانچه گفت ما وضعیت تکان نخورده و همه چیز به حالت سابق خود است. خب یکی بحث اعلام حمایت یا تعهداتی که قبلا به صورت نسبی صورت گرفته، یکی مسئله، یکی بحث همکاری عملی کشور هاست که عملا از این پروسه حمایت بکنن. چیزی که بسیار مهم است، من فکر میکنم میتوانه به پروسه صلح کمک بکنه، مالکیت این پروسه به توسط افغان ها و مخصوصا دولت افغانستان صورت بگیره، یک نوع هماهنگی بین استراتژی امریکایی ها و سیاست های منطقه‌ای دولت ایجاد شود. درست. با تغییر سیاست، با مالکیت پروسه هنوز ولی آقای قیومی ما چانس داریم. هنوز ما شما تاکید روی کارهای عملی کشورهای منطقه کردین، واقعا این کشورها باید در چنین شرایطی چه کار عملی را انجام بدن؟ خب قبل از اینکه ما انتظار از کشورهای منطقه داشته باشیم، من باورم است که ما در افغانستان باید یک استراتژی مشخص، یک برنامه یا پلان مشخص در قسمت صلح شکل بگیره. تا زمانی که اختلافات درونی بین احزاب رفع نشود، بعید به نظر میرسه که صلح اولویت پیدا بکنه و دولت برنامه روشن در جهت پروسه صلح و گفتگو و مذاکره را با طالبان داشته باشد. البته در این روزا چنانچه که در جریان هستین، خبرهای خوشی وجود داره که قرار است تفاهم بین جناح‌های سیاسی یا گروه‌های سیاسی شکل بگیره که بعد از این تفاهم انتظار میره که پروسه صلح در اولویت قرار بگیره و گفتگوی بین افغانی آغاز شود. و من فکر میکنم با آغاز این روند آقای قیومی در مورد زدوبندهای درونی پرسش ها دارم، ولی در مورد تعهد طالبان بگوین که به باور شما آیا واقعا تعهد طالبان شایسته است؟ تا اینجای کار عمل کردشان دیدین که همه روزه خشونت ها بیشتر میشه، حملات گسترده تر داشتن، حداقل در 24 ساعت یا 48 ساعت گذشته در 10 ولایت عملیات داشتن. فکر میکنین که با این وجود سال و رویای سال به واقعیت بپیونده با یک گروه به نام طالبان؟ خب بدون شک یکی از عامل اساسی جنگ در یک کشور رفتار گروه های افراطی است، نگرش گروه های افراطی است، دیدگاه گروه های افراطی است. باور ما بود که با توافقنامه‌ای که بین طالبان و بین امریکایی‌ها امضا شد، احتمالاً دیدگاه طالبان تغییر کرده، به این باور شدن که راه حل در افغانستان از طریق نظامی ممکن نیست، بنابراین میخواهند از طریق مذاکره، دیپلماسی و گفتگو به اهدافشان برسه. بلد. اما بلد. رفتار طالبا در این دو ماه اخیر نشان میده متاسفانه چندان استراتژی طالبا مخصوصا رفتارشان تغییر نکرده. تا زمانی که اینا تغییر جهت و تغییر سیاست و تغییر رفتار ندن، بدون شک چالش زیادی پیش روی صلح وجود داره. بله. اما صلح پروسه دراز مدت است، باید پروسه با خوشبینی رهبری و مدیریت شود. آقای قیومی خیلی کوتاه در مورد از این بگوین که اگر زدوبندهای درونی ادامه پیدا بکنه، فکر میکنین که غایت چه خواهد شد و پروسه صلح و روند صلح چقدر صدمه وارد خواهد کرد؟ ادامه زدوبندهای داخلی نه تنها به صورت مستقیم پروسه صلح تاثیر منفی میگذاره و امکانات بسیار محدودی داریم به موفقیت صلح، یک مسئله. مسئله دوم، ادامه این چالش ها، ادامه اختلافات بیشتر از این تاثیر بسیار منفیش به ثبات سیاسی افغانستان است که من فکر میکنم بهتر است که به اکتفاهم سیاسی دست پیدا بکنند. بسیار زیاد تشکر از شما آقای محمد داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات سال و حل منازعه.
در حالی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به پایین‌ترین سطح رسیده، نرخ مواد نفتی در کشور هنوز کاهش نیافته است. شماره از شهروندان کشور با انتقاد از بالا بودن قیمت نفت در کشور از حکومت می‌خواهند که بازار خرید و فروش نفت را مدیریت کند. اتاق‌های تجارت و صنایع اما دلیل بهای بلند نفت را بلند بودن هزینه واردات آن از کشورهای دیگر می‌خواند. در همین حال قیمت نفت در بازارهای جهانی به گونه بی پیشینه کاهش یافته است. این نخستین بار در تاریخ است که بهای یک بشکه نفت به کمتر از یک دلار رسیده است. در همین حال سازمان بهداشت جهانی میگوید که امریکا از روز اول شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان چین آگاه بود و این سازمان هیچ چیز را پنهان نکرده است. از سوی هم رئیس جمهور امریکا اعلام کرده که به خاطر شیوع کرونا و برای حفظ فرصت‌های شغلی شهروندان این کشور، مهاجرت به امریکا را به صورت موقت متوقف می کند. از توجه و همراهیتان به این مجموعه خبری از یک جهان سپاس. شبتان بخیر. خدا نگهدار.